ای فوتبال لیگ و پک های جدید. یه چند ساعتی میشه که از اولین لایو آپدیت بعد از آپدیت بزرگ ای فوتبال میگذره که داخل این لایو آپدیت خیلی چیزا اضافه شده و ای فوتبالی که انقدر شده انقدر البته جا داره باز بیشترم بشه، ولی در همین انقدری که شده الان پک ها اضافه شده، انواع اقسام پک ها اضافه شده، اصلا یه پک اضافه شده که اصلا پکی نیستش، تو میتونی هر چی دلت میخواد از توش ورداری، یعنی خودت انتخاب کنی از توش. و یک بخش دیگه هم اضافه شده به اسم ای فوتبال لیگ که رده بندی داره و میخوایم با هم دیگه بریم همه اینها رو انجام بدیم و یک چند تا بازیکن بخریم و تیممون رو نشون بدیم و پک جدید هم باز کنیم. پس بدون مدل لیگو سابسکرایب کنید، یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام فالو بکنید، سایت رو بسیم 40 یا 50 کا بریم سراغ ویدیو. رپر میشدم، رپر خوبی میشد. خب رفقا وارد بازی شدیم و خیلی چیزها اضافه شده، هم توی نسخه پی سی هم توی نسخه کنسول واسه کنسولیا. چیزی که خیلی مهمه و الان اضافه شده توی بازی این سکه های سمت راستی که شما دارین میبینین که زده، مثلا سکه 2 ستاره، سکه 3 ستاره، سکه 4 ستاره و سکه 5 ستاره. چیزهای مهمی که اضافه شده علاوه بر اون سکه های ستاره ای که بهتون گفتم و معنی و مفهوم خیلی خاصی دارن که الان به هم دیگه میبینیم، اینه که کوین ها به بازی اضافه شدن و شما از این به بعد میتونین کوین جمع کنین یا حالا کارهای دیگه بکنین، کوین بخرین و اینا. بعد با کوین هاتون پک باز کنین که این دو تا پک، یه دونش فکر کنم لژند میشه که حالا نوشته ماجیک مومنت و یه ماجیک مومنت استار دیگه هم هستش که اینا با هم دیگه مثلا اینکه فرق میکنن. فکر کنم سمت چپی لژند داره دیگه، قطعا سمت چپی لژنده و فکر کنم این سبز فیوچ فیچر باشه. اون سکه های ستاره ای که بهتون گفتم اینجا به در میخوره توی این دو تا پک سمت راست، که این دو تا پک سمت راست رو شما میتونید با اون سکه هایی که دارین این پک ها رو باز کنید، اما این پک ها با بقیه پک ها فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا نگاه کنید، الان ما اومدیم توی اینجا و الان شما میبینید که اون بالا سمت راست ما سکه دو ستاره یه دونه داریم و بقیه سکه ها رو هیچ کدومشون نداریم. الان چیزی که هست، شما اگر سکه داشته باشید مثل من دو ستاره، یا سکه داشته باشین سه ستاره، اگر سکه دو ستاره داشته باشین میتونین بازیکن هایی رو از این پک بگیرین که دو ستاره هستن و دیگه دستتون بازه، هر بازیکنی که بخواید دو ستاره باشه رو میتونین خودتون بردارین. اینجوری نیستش که پک رو باز کنین هر چی بهتون داد داد، نه، هر چیزی که میخواین رو برمیدارین و این بخش جذاب کاره. و اگر هم حالا سکه 5 ستاره داشته باشین میتونین بازیکن 5 ستاره از این پک بردارین، هر 5 ستاره که دوست دارین. چیز دیگه این نیست، اما دو تا پک هستش، یکی از پک ها میشه باش این کارا رو کرد، یکی از پک ها پک هایی که کلا واسه لیگ ژاپنه و سمت راست واسه لیگ آمریکا. این سمت چپیه که الان من روشم واسه لیگ ژاپنه، این سمت راستی واسه لیگ آمریکا. لیگ ژاپن یک بدی داره، یک بدیش اینه که بازیکناش خیلی مطرح نیستن و ستاره هاشون خیلی کمه. مثلا من اگه بخوام از این پک باز کنم همین 4 تا بازیکن میتونم باز کنم، البته بستگی داره شما ببینین که توی ترکیبتون چی کم دارین. مثلا اول بریم ما با هم دیگه ترکیب خودمون رو ببینیم. خب الان میبینین که ترکیب ما اینجوریه، مثلا ما این الان دفاعی وسطمون کامل، هافبک وسط داریم، ای ام اف مون بد نیستش، مهاجما هامون خیلی خوبن، اما دفاع چپ و راستمون به شدت افتضاح، همچنین دروازه‌بانمون. راستی اگه میخواین بدونید که چجوری میتونید قدرت تیمتون رو از 60 تبدیل کنید به 97 که من هستم یا 99، از من توی کامنت بنویسید، آموزششو میذارم. اینم بهتون میگم که متاسفانه به من پک رایگان مثل شما کنسولیا نداد که سوسولین و خودم از صفر این تیم رو ساختم بدون اینکه هیچ بازیکنی بهم بده، یعنی همه چی و همه بازیکن‌ها رو خودم گرفتم. و الان ترکیبمون ما دفاع چپ و راست باید بگیریم، اگه تونستیم دروازه‌بان بگیریم که میگیریم، راستی 50000 تا هم جی پی داریم که با اونم قرار بازیکن بگیریم. اول بازیکنامون رو بگیریم، بعدش بریم سراغ ای فوتبال لیگ که به بازی اضافه شده. هکی که من میخوام باز کنم گفتم دفاع چپ و راست میخوام، بعد ببینم که دفاع چپ و راست دو ستاره کدومشون دارن. مثلا نکن این آربیه، من مثلا اینو خوشم نمیاد بگیرمش، البته این یه ستاره چه اسپیدی داره، پاسش بده ولی فقط اسپیده. مثلا نکن این آربیه رو هم میتونیم بگیریم، اینو بذار ببینم چه جوریه، اینم اسپید داره، اسپیدش خیلی خوبه، فیزیکش ولی از اون بهتره. آقا من میگم همین آربیه رو بگیریم بریم الوی و با جی پی امون بخریم. بیا آقا ما ببینیم همینا میتونیم باز کنیم. بله میگه که دو ستاره باید داشته باشی، یه دونه سکه یه دو ستاره هم بهش تقدیم میکنیم و بده بهمون ریتینگ ای هم هستش. راستی بازیکن رو بهمون بده دوست عزیزم، بازیکن رو بهمون بده. به 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 چه بازیکن. فقط بعدی که این داره الان من بدارمش تو ترکیب، اوورال تیممون میاد پایین، یعنی ریتینگ تیم چیه، ولی اشکال نداره، باید تیم رو بسازیم. آمریکایی هی ندیدم، آمریکایی اگه میدیدم آمریکایی نمیگرفتمش. سیاسی بازی و همیشه باید داشته باشیم ما ایرانی. الان ما به شدت به یه دونه البی خوب محتاجیم که اگر آلفونسو دیویز رو بگیریم فکر کنم دیگه کارمون تمام. البته با 50000 تا نمیدونم آلفونسو رو میتونیم بگیریم یا نه، دیگه فکر کنم بتونیم بگیریم، ما 57000 تا داریم دیگه، بریم آلفونسو رو بگیریم. آلفونسو دیویز، بیا آلفونسو دیویز. بذار من پوزیشنینگ رو بذارم رو البی و پولم تا 50000 تا من
من خرج میکنم دیگه. کسایی که ما میتونیم بگیریم اینا هن، یکی الکساندرو، یکی هم اینه، اینو میگم، یکی اینه دیگه، فکر کنم یکی هم اینه دیگه، کسی رو نمیتونیم بگیریم. فکر میکنم الکساندرو گزینه خیلی خوبی باشه. نظر شما چیه؟ 78 هم از اوورالش، اما شما اول فقط به اوورالش نگاه کنید، مثلا نگاه کنید هم کرل خوبی داره، هم لو پاس و لفتد پاس خیلی خوبی داره، اسپیدش هم خوبه، تازه استقامتش هم خوبه، فیزیک خوبی هم داره. 100% ما الکساندرو رو میگیریم، میریم بچینیمشون توی ترکیب. یادش حالا آقای الکساندرو رو به ما بده. به به الکساندرو عزیز بیا بقدر. ممنونم. چه الکساندروی زیبا، چه بازیکن قشنگ. تیم جمع شدش، فقط یه دونه دروازه‌بان و IMF من ریتینگ B هم داره، خوبه دیگه. فکر کنم سریع باید بریم سراغ بازی. آقا الان تیم ما اینجوری شد و فکر کنم دیگه تیممون خدایی خیلی خوب شده باشه. فقط تنها چیزی که هستش، ما یه دونه اگر IMF خوب میگرفتیم، یا مثلا یه دونه وینگر راست میگرفتیم با زیاد جاشو عوض میکردیم به IMF، خیلی چیز خوبی میشد. اما الان ترکیب ما این شد با قدرت 2105 تا و اوورال 90 کلباسی زیادش میکنیم. آقا بخش جدیدی که اضافه شده به بازی، اولا که ایونت ها، سه تا ایونت خیلی خوب اومده که ایونت سمت راستی، اگه برین داخلش سمت راستی خیلی جی پی زیادی بهتون میده نسبت به اون دو تای دیگه، اینم بهتون گفتم که بدونید. اما بخش جدیدی که اضافه شده به ای فوتبالمون، ای فوتبال لیگه، که ای فوتبال لیگ یک جوریه، مثلا چه جوری بگم بهتون، مثلا اگر کرش رویال بازی کرده باشین 1000 تا امتیاز جمع کنین میرسین به یک کاپ، مثلا 2000 تا کاپ جمع کنین میرسین به یک کاپ دیگه. این دقیقاً همون جوریه، مونتا دیگه کاپی نیستش و بهش میگن دیویژن، مثلا 10 9 8 7 تا 1 میره. و اگر شما همینجوری دیویژن ها رو، مثلا الان هر کی شروع کنه رو 10، هر کی دیویژنشو بره بالاتر بهش یک مقدار جی پی میده. مثلا الان بریم توی دیتیلز ببینیم، الان اینجا بهمون گفته دیویژن 1 برسی 20000 تا به اضافه 10000 تا ترنینگ بهت میده، و دیویژن 2 کمتر، دیویژن 3 حالا مثل همون 2، 4 و 5 هم با 6 مثل هم، 7 و 8 و 9 هم مثل همه، 5000 تا میده و 1000 تا ترنینگ میده. میخوام بریم اولین بازیمون رو انجام بدیم، برسیم به دیویژن 9 بهمون 5000 تا جی پی و 1000 تا ترنینگ میده. پس بریم اولین بازی رو انجام بدیم. حتما توی کامنت ها بگین که دوست دارین ادامه این رو، حتی ایونت هاش، حتی دیویژن ها رو بریم و تیممون رو گسترش بدیم یا نه. اگر واقعا دوست دارین، خدای اگر واقعا دوست دارین بگین، اگر 5% هم خوشتون نمیاد نگید. بریم سراغ بازی. یک حریف قدر میخوام واسم پیدا کنی، قدر رو دیگه دیویژن 10 باید به دیویژن 10 بخوره دیگه. مرسی. حریف آفلاینه، مگه نباید آنلاین می بود؟ مثلا اینکه این بخش حریف آفلاینه کلا، یعنی با آفلاینیا با بازی میکنی، اما همون قسمت دیویژن میویژنه هستش همچنان. مثل اینکه این بخش آفلاینه، اما بازیکن‌های قوی میذاره توی تیم‌های مختلف. ما بایرن مونیخ الان جلومون افتاده، بازیکن‌های خودش نیستن، مثلا این الیور کان و دیوید بکام و ناکاتا و هازارد و آقای رونالدو هستن. آقا بریم اولین بازی رو انجام بدیم. به نظرت ما میتونیم ببریم این بازی رو یا نه؟ مهاجماشون به شدت قوین، اما خب ما هم کم فکر نمی‌کنم بیاریم، چون چپ و راستمون رو قوی کردیم، فقط دروازه‌بانمون اگر اسکول بازی در نیاره مثل زمانی که آقای بیرانوند سر تیم ما رو بریدن توی جام جهانی. اما ماشاءالله چه گلی میزنه حکیم ضیا. این شماره 6 مون ولاهی خیلی خوب بازی میکنه، یعنی این نباشه ما 10 تا گل میخوریم هر بازی. البته بعید هم نیست این باشه 10 تا گل نخوریم، ولی بودنش بهتر از نبودنش. دیدی چقدر قشنگ داره توپ میگیره؟ رونالدو رو تو مشت تمون نگر داشتیم. 4 بر هیچ نیمه اول خیلی بازی آسونه، خیلی لوسه. چه پاسی میداد زیاش، زلات ماشاءالله زلاتا. داور سوتو بزن، یا تو دو دقیقه کاری نمیتونن بکنن، نه ما میتونیم کاری بکنیم نه اونا، چون دارن پاسکاری میکنن همش. ها چی شد مثلا الان 5000 تا رو داد رفتیم دیویژن 9. دیویژن 9 مرسی، دیویژن 9 به همون داد. من الان نمیفهم دقیقا این بخش چی به چیه، ولی مثل این که اینجوریه که تو باید همینجوری بازی ها رو مثل این که پشت سر هم ببری. فکر کنم نمیدونم دقیقا چجوریه، یعنی مثلا این اسکیپ یعنی چی، این من نمیدونم یعنی چی، یعنی اسکیپ بزنم چی میشه. خب رسیدیم به دیویژن 9، نمیدونم اون اسکیپ چی بود زدیم، اما همینجوری من زدم دیگه. ببینم چی الان، من دقیقا نمیدونم رفقا این چی به چی، اما همینجوری که میبینید توی سمت چپ پایین اگه جدول رو ببینید، مثل اینکه هنوز هیچ کس نتونسته به دیویژن حتی 5 برسه. 4
10% فقط تونستن به دیویژن 6 برسن، اما مطمئن باش ماتیاس اب کسیه که اولین نفر میره دیویژن 1. خب آقا این بودش از بخش ای فوتبال لیگی که اضافه شده. مطمئن باشین به این آسونی نیست که اولین بازی رو بازی میکنید و خیلی سخت خواهد شد، مطمئن باشید. خب آقا توی این قسمت جدیدی که اومده، یک بخش چالنج ایونت لیگ ژاپن، یک بخش چالنج ایونت لیگ آمریکا و یک بخشش اسپانیش لیگ، که این از اون دو تای کناری سمت چپی بیشترین جی پی رو بهتون میده و همینجوری که الان میبینید، الان من برم توی قسمت دیتیلز متوجه خواهید شد که اگه یک بار رو برید 10000 تا، دو بار رو برید 10000 تا، حالا چالنج های مختلف تا 20000 تا بهتون میده، ولی اون و 5000 تا همجوری کم میده بهتون. پس بریم با هم دیگه این ایونت رو انجام بدیم. باید یک تیم رو انتخاب کنیم، نمیدونم که این تیم رو که انتخاب میکنیم بازیکنای خود تیم رو بهمون میده، احتمالاً همین جوری باید باشه. فکر کنم رئال بهترین گزینه باشه. بارسا هم خیلی خوب بود، متاسفانه ما برش نداشتیم. خب بازی آنلاینه، میگه یک امتیاز بگیری بهت 10000 تا جی پی او میدیم، که حالا همین جوری جلو میره دیگه. حالا بعد از این میره جلو تر، تولنت فکر کنم 3 تا راند باشه، راند 3 5 امتیازه. یه بازی رو باید ببرین، دو تا مساوی بگیرین یا دو تا بازی کلا ببرین، اینجوری. بریم با هم دیگه اولین بازی آنلاین رو بازی بکنیم در قسمت ایونت. خب یک حریف برای ما پیدا شد بعد از مدت ها. توپ دست ماست احتمالاً. بابا پاس نگاه، یا علی کورتوا چی در آورد، پاس میده توی عمق، حالا بزن حاجی بد حاجی، پنالت. آقا پنالت رو گرفت فکر کنم، پنالتی رو گرفت یا بیرونه، پنالته، پنالت. ممنونم داور، ممنونم حاجی، وقتش که گلش کنی. آقا خیلی سخت شد قضیه، من میگم بزنیم وسط، زدم وسط انشاءالله و تعالی که گله. یا عبد فس، ممنونم حاج کریم، بهترین گزینه رو انتخاب کردی، برو ای نرفت واسه خوشحالی بود. بله عشق رئال فقط، البته بارسا هم عشقه، ولی من چون رئال رو گرفتم فقط تعصب رئال میکشم. نکن پاسو میدی حاجی، حاجی میده این بر خود حاجی، حرکت که کرد پاس میدی بهش، تمام تمام نشد، ولی یه نیمه تمام. اما شالا حرکت، باید زبدری حرکت کنی، نا زبدری، اما شالا پاس به حاج کریم توی دروازه، حاج کریم خودشو نشون داد. بله هیچ وقت تنهایی خوشحالی نکنی، این نصیحت من به شما. شانس آوردیم گل نخوردیم، نیمه اول با برد مهدی پی اس، برد تیم ام اچ دی، دو بار هیچ به پایان رسید. حریف آماده است میگه، ما هم آماده ایم، ولی نیمه دوم باید حواسم خیلی جمع باشه، من کامبک خورم ملسه. آماده نبودیم اگه الو 5 ثانیه شروع نکنی خودم میام تو پات. پدر سوخته خودشو زده بود به چیز، من فکرم اینترنتش قطع شده، نگو کلکشه. یک سانتر بزه پاسو، آهان شوت شوت، ماشاءالله کی گل زد، والورده بود فکر کنم، بله والورده عزیز گل رو به ثمر می‌رسونه. 3 بر هیچ جلو افتادیم. پاس کارواخال 1-1 و 2 با آقای مودریچ، برو دیگه کریم، میندازه تیر دو، حالا واسه کریم توی دروازه. چقدر زیبا کار میکنه این تیم، حاج کریم فکر کنم هتریک رو کرد، هتریک میکنه حاج کریم، ماشاءالله ماشاءالله. تیمم آروم میکنه، یا آروم باش چیزی نیست، این هتریکام رو زیاد داشتیم. یک سانتر زیبا از آلابا، آلابا اینجا چه غلطی میکنه، مگه بهتر از تو نیست اینجا ضربه بزنه، حالا شوتو. چقدر زیبا کار میکنه این آقا مهدی، چیکار داری میکنی پسر، از اینجا ضربه سر گل نمیشه که، شاولین که نیست. مرسی 4-0 با درخشش ستاره ایمانند کریم بنزما، ما تونستیم ببریم این بازی و بریم سراغ این که 10000 تا جی پی از حلقوم بازی بکشیم بیرون. بده 10000 تا جی پی خودم، مگر جی پی میگم بده. مرسی ایونت رو انجام دادیم و اول نیمه تو انجام دادیم، ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. حتما اگر دوست دارید که ادامه این سری ویدیوها رو بیاریم، اگر ایده ای دارین در رابطه با اینکه ای فوتبال رو بتونیم پارتی ادامهش بدیم، حتما کامنت بنویسید. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید، لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام فالو بکنید، تتر بسیم به 50 یا 60 یا 100 کو، فعلا تا ویدیوهای بعدی.